چند نفر از رویه صدوقیان که زنده شوی مردگان را انکار می کردند به نزد عیسی آمدند و به او چنین سوال دادند: استاد، موسی در شریعت به ما نوشته است که اگر برادری کسی فرزند نیافته بمیرد، بگذار وی زن او را به نکاح خود درآورد و فرزندانی به دنیا آمده را همچون نسل برادری مرحومش بداند. اینک 7 نفر برادر بودند. برادری کلانی زن گرفت اما فرزند ندیده از عالم چشم پوشید. برادری دویوم، سیوم و همین طور همه 7 برادران زن برادرشان را به زنی می گرفتند، ولی هیچ یکی از آنها فرزند به دنیا نآورده وفات کرد. عاقبت زن هم از عالم چشم پوشید. پس روزی که مرده ها زنده می شوند، وی زنی کدامی از آنها می شود؟ آخر همه 7 برادران او را به زنی گرفته بودند. عیسی جواب داد: آدمان این دنیا زن می گیرند و به شوهر می برایند، ولی آنهایی که لایق دانسته شدند که زنده شوند پس از آن به آن دنیا رفتنشان، نه زن می گیرند و نه شوهر می کنند. آنها دیگر نمی میرند چون که مثل فرشته ها می شوند. آنها فرزندان خدا هستند، آخر خدا آنها را زنده کرده است. در حکایه بوته سخته استاده، موسی خداوند را خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نامیده نشان داد که مردگان زنده می شوند. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. برای خدا همه زنده هستند. آنگاه بعضی از استادان شریعت گفتند: خوب گفتی استاد. و دیگر هیچ کس جرأت نکرد که با او سوال بدهد. اما عیسی با آنها گفت: برای چی آدمان میگویند که مسیح یعنی تعیین شده خدا پسر شاه داوود است؟ آخر خود داوود در کتاب زبور میگوید: خداوند و خداوند من گفت، تا دمی که دشمنانت را زیر پایهایت نگذارم از دست راستم بشین. داوود مسیح را خداوند می نامد. پس چی طور وی پسر شاه داوود شده می تواند؟ هنگامی که تمام مردم به سخنان وی گوش می کردند، عیسی به شاگردان خود گفت: از استادان شریعت احتیاط باشید. با آنها معقول است که لباس های قیمت پوشیده گردند و مردم در بازارها با آنها با عزت و احترام سلام دهند. آنها در جایهای بهترین جماعت خانه ها نشستند و در ضیافت ها بالانشینی را دوست می دارند. آنها نمایشکارانه دور و دراز دعا می خوانند، ولی در اصل مال و ملک بیوزنان را خورده غارت می کنند. آنها برای این کارهایشان جزای سختترین را می بینند.